اجلاس تدارک کنفرانس مونیخ در تهران داره تشکیل میشه. این خیلی مسئله مهمیه. کنفرانس امنیت مونیخ یکی از بزرگترین کنفرانس‌های امنیتی در دنیاست. حالا چطور در ایران اینا تدارک این کنفرانس رو میبینن و چه کسانی شرکت میکنن؟ به قول دکتر دانش به اهمیتی است که غرب داره به جمهوری اسلامی میده. دکتر دانش درود بر شما. سلام آقای وریجی. راجع به این موضوع صحبت کنیم دکتر دانش. خب شما به درستی به این مطلب اشاره کردین آقای فرجی که یک چنین کنفرانس مهم امنیتی مونیخ که هر سال در اوایل فوریه در مونیخ آلمان در واقع برنامه اجرا میکنه و از تمام رهبران جهان در اون شرکت میکنن، اجلاس تدارک این کنفرانس در ایران میذاره. خب سوال اینه که چرا ایران، چرا نه عربستان سعودی، چرا این کنفرانس در ترکیه تشکیل نمیشه؟ و شما به درستی به این مطلب اشاره کردین که در واقع غرب و حتی آمریکا، من معتقدم که تدارک این کنفرانس بدون اطلاع آمریکا، کاخ سفید و تایید کاخ سفید نمیتونسته در ایران انجام بشه. و همزمان با این کنفرانس در داخل ایران، وزیر امور خارجه آلمان هم وارد ایران میشه، یعنی آقای اشتاینمایر وارد ایران میشه و در ایران صحبت‌هایی میشه که به نظر من باید یک بار دیگه درباره این صحبت‌ها صحبت بکنیم. ببینین آقای روحانی در این کنفرانس که سخنرانی میکنه مطلبی رو میگه که بعداً در تایید اون آقای اشتاینمایر هم صحبت‌های خودش رو میکنه. آقای روحانی میگه ایران و آلمان علاوه بر تلاش برای ارتقای روابط دوجانبه میتوانند در مسیر حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی به ویژه برای مبارزه مؤثرتر با تروریسم و صلح و ثبات منطقه‌ای با یکدیگر همکاری بکنند. این صحبتاییه که روحانی میکنه. بگذاریم از اینکه خود رژیم جمهوری اسلامی یک رژیم تروریستی است، ما میدونیم که رژیم جمهوری اسلامی در واقع پایگاه تروریسم جهانی بوده، هم اکنون رژیم جمهوری اسلامی در سوریه از حزب الله لبنان پشتیبانی میکنه، در لبنان از حزب الله، ما میدونیم که حزب الله لبنان در لیست ترور کشورهای غربی قرار داره، یا از حماس پشتیبانی میکنه. ولی این صحبت امروز نمیخوایم در باره صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که بسیار اهمیت داره و اون اینه که امروز غرب و آمریکا انقدر اعتماد و پشتیبانی به عربستان سعودی نمی کنن، اعتماد به عربستان سعودی و پشتیبانی از همپیمانان خودشون نمی کنن که امروز از جمهوری اسلامی می کنن. آمریکا می دونه و این یکی از رهبران سازمان سیای آمریکا چند روز پیش گفته، شخصی به نام باور، رابرت باور، چنین مطرح میکنه که آمریکا میدونه چه خطر بزرگی رو عربستان سعودی در منطقه به وجود آورده با سلفیگری و وهابیتی که به وجود آورده و دست به دامان جمهوری اسلامی شده. و همکنون ما میبینیم جمهوری اسلامی در داخل عراق، در داخل سوریه نقش مهمی رو بازی میکنه. جمهوری اسلامی در کنار روسیه و عراق و سوریه اون مرکز مهمی که در داخل بغداد به وجود آوردن، توجه بکنین اون مرکز مهم اطلاعاتی که در داخل بغداد به وجود آمده و دولت عراق از این مرکز حمایت میکنه، یعنی دولت العبادی که طرفدار غرب و طرفدار آمریکاست و در واقع آمریکا بودی که العبادی رو به قدرت رسونده، امروز در کنار جمهوری اسلامی باعث پیدایش یک چنین مرکز اطلاعاتی در داخل عراق شده و این مرکز اطلاعاتی است که اطلاعات کافی رو به نیروهای روسیه در داخل سوریه میدن که روسیه بتونه حملات هوایی خودش انجام بده و با کمک جمهوری اسلامی در داخل سوریه و نیروهای جمهوری اسلامی که همکنون قاسم سلیمانی در سوریه قرار گرفته برای عملیات بر علیه استان حلب یا در رابطه با آزادی استان حلب از دست شورشیان نقش مهمی رو بازی میکنه، در این رابطه روسیه نقش مهمی رو بازی میکنه، حمایت هوایی میکنه و نیروهای حزب الله لبنان با رهبری جمهوری اسلامی و قاسم سلیمانی و نیروهای ارتش بشار اسد در حمله به استان حلب نقش دارن و بخشی از شهرها، شهرکا و دهکده‌های این استان همکنون تصرف کردن و این نقشی است که جمهوری اسلامی برای غرب بازی میکنه. توجه بکنیم به سخنان آقای اشتاینمایر در این کنفرانس یا در این اجلاس تدارک امنیتی مونیخ. ببینین آقای اشتاینمایر یه جمله میگه که بسیار بسیار پرمعناست، میگه هیچ آتش بسی بدون بشار اسد امکان پذیر نیست، یعنی ما نمیتونیم دیگه
این صحبتی است که اشتاینمایر میکنه و اشتاینمایر وزیر امور خارجی آلمان بدون تایید آمریکا و بدون تایید کشورهای پنج به اضافه یک انگلستان، فرانسه و دیگر کشورها چنین صحبتی رو نمیکنه. میگه بدون هیچ آتش بسی بدون اسد امکان پذیر نیست، ادامه میده و هیچ آینده ای نیز با بشار اسد متصور یا تصور پذیر نیست. یعنی در واقع داره چنین مطرح میکنه که ما باید در سوریه راه حلی رو پیدا بکنیم که ابتدا در یک حکومت انتقالی بشار اسد نقش داشته باشه. حالا مدت این حکومت انتقالی چه مدتی خواهد بود؟ یک سال، دو سال، سه سال خواهد بود؟ معلوم نیست. طبیعتاً موقعی که شما میخواین یک کشوری رو که از هم پاشیده با ثبات سیاسی روبرو بکنین مدت طولانی میخواین و امروز غرب به این نتیجه رسیده که از بشار اسد استفاده بکنه. و این که در آینده بشار اسد نقشی نباید در سوریه بازی کنه، این به آینده مربوط میشه، یعنی سالهای آینده، سه سال، چهار سال آینده. و من فکر میکنم در این رابطه کشورهای مانند جمهوری اسلامی و روسیه با غرب هماهنگی دارن و اینو پذیرفتن که بشار اسد برای مدت طولانی، یعنی ده ها سال آینده، نمیتونه رئیس جمهور این کشور باشه با کشته شدن 270 هزار نفر از مردم سوریه، تخریب سوریه و نقشی که بشار اسد داشته. و متاسفانه باید بگیم با اون بازی که در داخل سوریه شده، آقای فرجی، امروز نقش ایران و نقش جمهوری اسلامی روز به روز داره پررنگ‌تر میشه. اجازه میدید من این فیلم مربوط به بعد از صحبت‌های شما سوریه رو هم پخش کنم. اهمیت راهبردی عملیات تصرف حلب توسط ارتش سوریه، این فیلم جالبیه. تهاجم ارتش سوریه و متحدانش به حلب که از هفته پیش مقدمات عملیاتیش فراهم شده بود، نماینگر اهمیت ژئواستراتژیک آن شهر برای طرف‌های درگیر است. یکی از استادان روابط بین الملل در دانشگاه بریتانیایی برادفورد میگوید که تسخیر شهر حلب توسط نیروهای دمشق و تقویت مواضع و نگهداری آن در میان مدت نقطه عطفی در جنگ داخلی سوریه به شمار می رود. به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی که نخواست نام او فاش شود، در حدود 2000 نفر از سربازان و افسران زبده ایرانی در عملیات حلب شرکت دارند که طبعاً با نقش نظامی مسکو در تقویت توان رزمی و روحیه ارتش سوریه قابل مقایسه نیست. الطيران الروسي يشارك في العمليات. روز دوشنبه وزارت دفاع روسیه با انتشار ویدیویی اعلام کرد که جنگنده‌های آن کشور علاوه بر عملیات حلب، انبار مهماتی در استان حما در غرب و چندین کارگاه مخالفان مسلح در استان ادلب در شمال غربی سوریه را نیز هدف قرار دادند. خب عمیانان گرامی، فیلم جالبی بود. من مخصوصا در تایید صحبت‌های دکتر دانش این رو پخش کردم که ملاحظه فرمودید. دکتر دانش ادامه بدید ببخشید. من میخوام ببینم که واقعا نقش جمهوری اسلامی در منطقه چیه که این آقای الخبر وزیر امور خارجه عربستان دیدید که صحبت از مقاومت در برابر جمهوری اسلامی کرده، گفته ما حتی در جنگ هم حاضریم با جمهوری اسلامی مقابله بکنیم. چیه وضعیت؟ آیا واقعا عربستان قادره که در برابر ایران دست به این اقدام خطرناک بزنه وقتی اینا البته تهدید میکنن جمهوری اسلامی؟ البته باید به این مطلب اشاره بکنیم که تهدیدایی که جمهوری اسلامی در روزهای گذشته بر علی عربستان سعودی انجام داده و به ویژه معاون نیروهای دریایی ایران که چنین مطرح میکنه که زمانی نیروهای خارجی از خلیج فارس خارج بشن ما به حساب شما خواهیم رسید، چنین صحبتی رو مطرح میکنه، باید منتظر بود که الجوبر وزیر امور خارجه عربستان سعودی هم یک چنین مطلبی رو مطرح بکنه و ایران رو تهدید بکنه که ما دست به عملیات خواهیم زد اگه لازم باشه. ولی به نظر من این بیشتر یک جنگ روانی، بیشتر شبیه جنگ روانی است. واقعیت ها در منطقه واقعیت های دیگری هستند آقای فرجی. ببینید خود عربستان سعودی با مشکلاتی که امروز در یمن به وجود آمده و هنوز بعد از چندین ماه بمباران های سیستماتیکی در یمن انجام میشه، عربستان سعودی و حتی با نیروهای زمینی که عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد یمن کردن، قادر نیستن حوثی های یمن رو نابود بکنن یا از بین ببرن. این یک جنگ روانی است و عربستان سعودی اشتباهی بزرگی انجام خواهد داد اگه در جنگی بر علیه ایران
شرکت بکنه و این با موجودیت عربستان سعودی در تضاد خواهد بود، خطر بزرگی رو برای عربستان سعودی به وجود میاره، برای خاندان سلطنت، برای خاندان سلطنت به وجود میاره. خب موقعی که ما از خاندان سلطنت صحبت میکنیم، میدونیم که نقش داعش در داخل عربستان سعودی و نقش نیروهای رادیکال اسلامی بسیار بسیار پررنگه. همین چند هفته پیش عربستان سعودی حتی اعلام میکنه که در یک روز 430 نفر از نیروهای داعش دستگیر کرده. یعنی توجه بکنید، موقعی که عربستان سعودی خودش اعلام میکنه 430 نفر از نیروهای داعش و افراد داعش رو در داخل عربستان سعودی دستگیر کرده، چه قدرتی میتونه داعش در داخل عربستان سعودی باشه که در یک روز 430 نفر در واقع دستگیر میشن؟ یعنی با رفتن خاندان سلطنت، اوضاع عربستان سعودی و در واقع هرج و مرج به وجود خواهد آمد و این نیروهای رادیکال و حتی داعش ان که میتونن در کشور عربستان سعودی سخن آخر رو بگن. به همین خاطر هم است که کشورهای غربی و به ویژه دولت آمریکا و واشنگتن با تمام قوا از عربستان سعودی حمایت میکنه. ولی آن چیزی که مربوط به منطقه میشه و واقعیت، و این بینندگان باید یک بار دیگه اشاره بکنیم، ما وظیفه‌مون اینه که واقعیت‌های منطقه رو مطرح بکنیم. نقش جمهوری اسلامی در داخل عراق، نقش جمهوری اسلامی در داخل افغانستان و نقش جمهوری اسلامی در داخل سوریه است. ببینید، در افغانستان زمانی که نیروهای طالبان و بخشی از اونها داعش به قندوز حمله میکنن، حتی استاندار استان بزرگ قندوز در واقع چنین مطرح میکنه. در دو روز پیش آقای دانشی استاندار قندوز چنین مطرح میکنه که من خسته شدم از جنگ و میخوام در واقع به آلمان پناهنده بشم. توجه بکنید، استاندار این که استان بزرگ داخل افغانستان میگه، و حتی استاندار سابق قندوز شخصی به نام عمر صفی در موقعی که طالبان حمله میکنن به قندوز در تاجیکستان بوده و منتظر این بوده که ویزا بگیره و به لندن پناهنده بشه. این شرایطی است که ما در افغانستان داریم و خب میدونیم که نقش جمهوری اسلامی در افغانستان نقش مهمی است، پررنگه، و نقشی که جمهوری اسلامی در داخل عراق در رهبری نیروهای شیعه عراق شبه نظامیان عراق بازی میکنه نقش تعیین کننده است. همین چند مدت پیش رئیس سابق سازمان سیای آمریکا آقای مایکل هایدن چنین مطرح میکنه که در داخل عراق نه ارتشی وجود داره، نه امکان آزادی موصل وجود داره و نه دیگه عراق وجود داره به عنوان کشور واحد، نه سوریه وجود داره. اینو در واقع رئیس سابق سیاه مطرح میکنه. پس بنابراین در رهبری شبه نظامی شیعه در داخل عراق جمهوری اسلامی و سپاه قدس قرار داره و اونان که برای داعش دارن میجنگن و در واقع این شیعیان عراقن که دارن میجنگن. این مطلبی است که باید بهش اشاره بشه. همکنون در داخل سوریه با ورود نیروهای روسیه جبهه جدیدی باز شده و این جبهه جدید متشکل از روسیه است، در کنار اون جمهوری اسلامیه، قوای حزب الله لبنان هستند و ارتش سوریه، و این چهار نیرو موفق شدند که به استان حلب که در این فیلم به درستی گفته شد که یک منطقه استراتژیک مهمه حمله بکنن و بخشی از این استان رو به دست بیارن. و این نقشی است که امروز جمهوری اسلامی در داخل سوریه بازی میکنه. و من به یه مطلب دیگه اشاره بکنم، قبلا به این مطلب اشاره کردم که حتی آمریکا و کاخ سفید چنین اعتمادی به همپیمان خودش عربستان سعودی نداره و آمریکا با اینکه جنگ روانی امروز وجود داره بر علیه نیروهای روسیه و حملات روسیه، در خفا خواهان اینه که در واقع روسیه بتونه پیروز بشه بر علیه داعش در داخل سوریه. و آن کاری را که امروز روسیه انجام میده و به موازی جبهه النصرت و احرار الشام، یعنی در واقع دو جبهه‌ای که در کنار عربستان سعودی قرار دارن، حمله میکنه و چنین مطرح میشه که در واقع روسیه بر علیه داعش نمیجنگه ولی بر علیه میانه راه میجنگن، ولی واقعیت اینه که روسیه بر علیه احرار الشام و نیروهای جبهه النصرت القاعده می جنگن و این به نظر من در پشت پرده باعث خوشنودی حتی کاخ سفید و کشورهای غربی است. و شما تمام صحبت‌های آقای اشتنمایر رو که در ایران انجام میده نمی‌بینید که یک انتقاد کوچکی به این حملات روسیه در داخل سوریه انجام بده. دکتر دانش، ما 2 دقیقه فرصت داریم. واقعا روسیه چه احساس خطری میکنه که در جنگ سوریه
شرکت کرده و در امور افغانستان هم نگرانی خودش ابراز میکنه. ببینید در روسیه دو جنگ با چچن داشته در سالهای 1990. در این جنگ نه تنها چچن تخریب شد بلکه عده زیادی از سربازان روسیه به قتل رسیدن. یعنی در واقع کسانی که از جنگ افغانستان پیشکسوتان القاعده و پیشکسوتان مجاهدین و نیروهای عرب که در داخل افغانستان می جنگیدن، اینا وارد چچن شدن و دو جنگ رو برای روسیه انجام دادن. همکنون در شمال کشور افغانستان تعداد زیادی نیروهای داعش جمع شدن و روسیه چند مدت به این اشاره کرده و اینا خواهان حمله به تاجیکستان و ازبکستانن. یعنی در واقع دروازه روسیه از طریق تاجیکستان و ازبکستان. طبیعتا روسیه نمیتونه اینو بپذیره. همین چند روز پیش روسیه مطرح کرد که 800 نفر از نیروهای داعش که از داخل سوریه در داخل سوریه میجنگیدن، یعنی نیروهای روسی که در داخل سوریه میجنگیدن، وارد روسیه شدن و حتی گفته میشه یک گردانی رو اونها کسانی که داشتن عملیات تخریبی انجام میدن در یک خانه تیمی، اینا رو دستگیر کردن و اینها در واقع از سوریه برگشته بودن. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه و مطلب دیگری که مهمه در داخل سوریه اینه که روسیه میخواد نشون بده که قدرت بزرگ جهانی است و میخواد به آمریکا چنین وانمود بکنه که شما در مدت یک سال پیروزی بر علیه داعش نداشتین و ما اکنون وارد جنگ میشیم. در این جنگ به طرفداری از بشار اسد میپردازه و مهمتر از همه اینه که به کشورهای غربی و آمریکا چنین وانمود میکنه که اگه شما بخواین باعث تقویت نیروهای رادیکال در داخل سوریه بشین یا عربستان و کشورهای دیگه این کار انجام میدن و اگه چنین هدف باشه که سوریه بخواد تجزیه بشه، در واقع غرب سوریه و مناطقی که در کنار دریای مدیترانه قرار گرفته در تسلط روسیه قرار خواهد گرفت و این رژیم بشار اسد که در واقع در غرب سوریه جابجا خواهد شد و مناطق دیگه مناطق شورشی و مناطق نیروهای رادیکال خواهند بود. این مسائلی است که به نظر من برای روسیه اهمیت داره و روسیه همکنون هم از لحاظ خطری که او را تهدید میکنه و هر لحاظ سیاست جهانی که بازی میکنه وارد سوریه شده و یک چنین رولی را داره در سوریه بازی میکنه. خیلی سپاسگزارم دکتر دانش عزیز.